بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه زمر از آیه 19 هم. خب دفعه گذشته عرض کردم که این آیات بخشای نخستین سوره در اولین سال هجرت نازل شده، یعنی موقعی که مسلمان ها از مکه در سال 13 هجرت کردن به مدینه که اونجا بنای یک جامعه نمونه ایمانی رو بسازن. طبیعتاً یکی از مهمترین موضوعات مسئله اداره جامعه است، یعنی آفت اصلی جوامع در واقع خروج از حاکمیت ملت، مردم سالاریه، یعنی رشد کردن دیکتاتورها، طاغوتها، اشرار به تعبیر حضرت علی. این که آخرین آیاتی که در اون صفحه خوندیم، اون جلسه خوندیم، به دنبال اون تأکیدی که به اخلاص در دین و عدم اختلاط با شرک و شائبه های شخصیت پرستی بود که در این سوره بیش از سوره های قرآنه. برحال به اونجا رسیدیم که پیامبر بگو که من مأمورم که خدا رو خالصانه موحدانه عبادت کنم و مأمور شدم که اول کسی باشم که تسلیم این گرایش توحیدی است. بگو پیامبر که من بیم دارم از این که اگر نافرمانی کنم پروردگارم و در این امر یکتایی گرفتار عذاب عظیم خواهم شد. بازم میگه بگو قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو من فقط خدا رو عبادت میکنم، در حالی که خالص کرده باشم تمام عبادت هام رو، همه چی فقط برای او، هیچ ناخالصی و شرک و هیچ واسطه‌ای در این وسط نیاد. بعد میگه فعبدوا ما شئتم، شما آزادید، اختیار خودتونه دارید، هر چی که میخواید فعبدوا ما شئتم من دونهی، ولی بدونید که زیانکاران واقعی کسانی هستن که موجب خسارت و زیان هم خودشون و هم اهلشون، وابستگانشون، همسر و فرزند و کسانی که باشون کار دارن. چه زیانی بالاتر از این که آدم خودش رو دوزخی کرده باشه و موجب انحراف و گمراهی دیگران هم شده باشه. خب بعد منتهی شد به این آیه ای که اینه که خدا شما رو خوف میده بهش، عواقب و عوارض عذاب‌آور آینده اگر شرکی در عبادت وارد بشه. و بعد این آیه معروف یا عباد فتقون، ای بندگان من از من پروا داشته باشید، خدا رو در نظر داشته باشید. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اونهایی که از تعبد، اینجا تعبد به معنای سرسپردگی، گوش به فرمانی، وابستگی به طاغوت ها اجتناب میکنند، نمیخوان مطابق نرخ زمانه، جو روز در واقع، دنبال قدرت حاکم برند، اونایی که اجتناب میکنن از این تن دادن به قدرت های حاکم، و انابو الالله، برمیگردن به سوی خدا دائما. انابه بازگشت دائمیه به خدا، خدام که جایی نیست که به او برگردیم، یعنی به فرامین خدا، به کتاب خدا برمیگردند. لهم البشرا، بشارت مخصوص ایناست. این لهم که جلو اومده انحصار رو میرسونه، اینان که خوش به حالی دارن، اینان که بشارت به اونها داده میشه. کیا هستند؟ الذین یستمعون القول، القول که الف آمده، بعضیا این رو در واقع الف لام
کلی گرفتن، یعنی هر قولی رو. ولی به نظر بنده القول الف لام اومده چون موضوع کتاب قرآن مطرحه، یعنی به جای تکیه به طاغوت چون بحث جامعه اسلامیه، به کتاب راهنمای عمل گوش میکنند. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از بهترین هایی که در این کتاب هست تبعیت میکنند. خب عرض کردم که قرآن مراحل مختلفی گذاشته بر حسب توانایی هر کسی، میگه تلاششون اینه که در عالی ترین مرتبه، حالا ایثار یه حد اقلی داره یه حد اکثری، تلاششون اینه که تبعیت کنن از بهترین ها، اینا هستن که خدا هدایتشون کرده و اینا خردمندان هستن، آدمای باوجدان. این مقدمه بود که عرض کردم دفعه گذشته. حالا از آیه 19 هم، افمن حق علیه کلمت العذاب افانت تنقض من فی النار، تنقض من فی النار افمن آیا، یعنی با توجه به این دوراهی یا الله یا طاغوت که میشه تو قرآن مقابل همه، میگه الذین آمنو یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت، این دوتا شعبه است در طول تاریخ. خب وقتی کسانی وابسته میشن به قیصرها و کسراها و نمیدونم هیتلرها و موسولینیها و انواع دیکتاتورهایی که تو جهان هستند، از شیخ و شاه گرفته، افمن حق علیه کلمت العذاب، کلمه عذاب بر اونها تحقق پیدا میکنه. کلمه معنای فارسی معادل روشنی نداره، ولی بیشتر میشه گفت تأثیر، تأثیرات. میگه اگه همه درخت های جنگل ها قلم می شدن و همه دریاها مرکب که کلمات خدا رو بشمرن، نمی تونستن، نه به معنای کلماتی که می شناسیم، یعنی آثار خدا رو، تأثیراتی که خدا در جهان هستی گذاشته، خلقتش رو. یا میگه عیسی رو میگه کلمته القاها الی مریم، او یک کلمه ای بود که بر مریم القا شد، یعنی یه تأثیری در مریم گذاشته شد، او بی پدر صاحب فرزند شد. یا میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم و خدا با کلماتی آزمایش میکنه، صبر، نمیدونم ایثار، خیلی چیزا هستش، همه ی ارزش های اخلاقی انسانی. یا حضرت آدم میگه ما لم نجد له عزمن، عزمی نیافتیم، ولی یواش یواش او به کلماتی از پروردگار آگاهی پیدا کرد. حالا اینجا می کلمه عذاب، اینم یه حقیقت در جهان، نمیگه خدا کسی رو عذاب میکنه، خدا البته علت المعلول و عامل همه قوانینه، خود عذاب یه حقیقت در جهان، مثل این بگیم رفوزگی یه حقیقتی داره، سکته کردن یه کلمه است، نه که فقط کلمه با الفاظ، یه حقیقتیه، اگه کسی رعایت نکنه خب سکته میکنه، سرطان میگیره، اگه رعایت نکنه زیر ماشین میره، کلمه تصادف، اینا یک واقعیت هاییست تو جهان دیگه. آیا اون کسی که این مفهوم عذاب یا موجبات برانگیخته شدن عذاب در وجودش تحقق پیدا میکنه؟ افانت تنقض من فی النار، آیا تو میتونی اون کسی که در متن آتش نجات بدی؟ نمیگه در آینده دوزخی خواهد شد، من فی النار، این کاری که داره میکنه آتشیه. در قرآن اومده دیگه، این رو چند بارم بنده عرض کردم، میگه الذین یاکلون اموال الناس بالباطل اموال الیتامى بالباطل، اونایی که اموال یتیما رو به باطل میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارن، این داره آتش میخوره، و سیسلون سعیرا، به زودی این آتش شعله ور خواهد شد.
این برای فهم ماست که میگه آتش، وگه نه آتشی نمیخوره، یعنی این داره ذرات وجودش رو دوزخی میکنه که مال یک یتیم بیچاره بی سرپرست رو داره تلف میکنه. آیا تو میتونی این کار بکنی پیامبر؟ تو قدرت شفاعت داری؟ تو میتونی واسطه بشی؟ اینا هم همه درسه ها. حتی پیامبر هم نمیتونه کسی برای کسی کاری بکنه. اما طرف مقابل لکن الذین اتقوا ربهم، اما اونایی که پروای پروردگارشون رو داشتند، پروا همون سلف کنترله، میتونست در برابر حرص و حسد و کینه و کبر و همه شهوات خودشو مهار بکنه، ترمز داشته باشه، از انگیزه های گرایش به طاغوت ها و دیکتاتورهای زمانه، قدرت های حاکم، خودشو بکشه بیرون. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، برای اونها غرفه است، بر فراز اون غرفه هم غرفه هایی. بیشتر مفسرین غرفه رو مثل اتاقای پذیرایی قدیمی، قسمتی بود که پنج دری اتاقای قدیم میذاشتن، یه ذرم بلندتر بود، بهترین جای اتاق پذیرایی رو میگفتن غرفه، در واقع غرفه خانه. یا بعضی ها گفتن که مراتب بالای بهشت رو غرفه میگن، ولی در قرآن غرفه به معنای دستاورده. در مورد قوم طالوت میگه که رشکریان طالوت تو سوره بقره آیه ظاهرن 258-59، طالوت که فرماندهی بود میگه که خب این سپاه ما وقتی حرکت میکنه، راه طولانی میریم، گرمایم هست، یه رودخانه عبور میکنیم، هیچ کسی اونجا آب رو نخوره، الا من اقترف غرفتن به یدهی، مگر یک کف دستی از اون برداره، یعنی تا این حد مجازه. میخواسته ببینه تقوای اینا در برابر تشنگی، در برابر دیسیپلین تا کجاست، چون بلا فاصله وقتی از رودخانه عبور میکنن مواجه میشن با سپاه جالوت. یعنی یه تمرین تسلط بر خوده که آدم تشنش باشه و نخوره. حالا من کاری به داستان ندارم، نمیخوام منحرف بشید از اصل قضیه. میگه غرفتن به یدهی، یعنی یک کف دستی برداره. پس غرفه از همین کف دسته، این میشه دستاورد، دستاوردی که تو زندگی دارن. اونهایی که از پروردگارشون پروا دارند، برای اونها به اصطلاح فارسیش دستاوردهاییست. مثل اون کسی که دانشگاه درس میخونه با دست نیست، ولی علومی رو، معارفی رو کسب کرده. اون کسی که در هنرها، نقاشی، نمیدونم موسیقی یا هر چیزی، اونم یه غرفه است، دستاوردشه. اینا اصطلاح دیگه به صورت مجازیه. اون غرفه هم آب رو به دست آوردن، آب منشأ حیات دیگه. برای اونها میتونیم ما بگیم حالا مراتبی است، مراتب کمالی است، فوقها غرفون، بالای اونم غرفه هایی، همینطور که در علوم میتونه یکی لیسانس داره، یکی فوق لیسانس داره، دکترا داره، فوق دکترا داره، مخترع شده، نمیدونم کشف کرده، همینجور علمم پله پله است دیگه. غرفون مبنیتون، مبنی یعنی بنا شده، اینو ساخته تو زندگی دنیا، خودش ساخته. قرآن با تعابیر مختلف این رو میگه. سوره ابرار میگه ان الابرار یشربون من کأس، ابرار از جامی مینوشن در بهشت که سرچشمش مقربین مینوشن. این از کجا اینو به دست آوردن؟ میگه که در واقع اینو خودشون، اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، با کارای دنیای خودشون خودشون کلنگ زدن. تفجیر فجر یعنی شکافتن.
تو دنیا چشمه ای رو با اعمال شکافته که حالا بهرمند از اونه، نه اینکه چشمه ها اینا رو برای اینکه ما بفهمیم، وگر نه عوالم آینده که روشن نیست برای ما که چگونه خواهد بود. تجری من تحت الانهار، غرفه هایی که از زیرش نهرها جاری است. این جمله 40 بار در قرآن اومده، 40 عدد کماله. نه اینکه یه باقی است که جوی آبم هست، اینا هم باز برای فهم ماست. اصولا جنت، بهشت، باغ نماد سبزیه. ما جنبش سبزم داشتیم، سبزی نماد طراوت، تازگی، حیات گیاهی است در واقع. این با فطرت بشر هماهنگ شده. ما اینطوری میتونیم بفهمیم. قرآن همش به صورت مثال میگه آینده رو، ولی یه وقت یه جایی سبزه ولی یه سال آب هست یه سال نیست، باید لوله کشی کنن آب بیان بهش بدن، اگه صاحب اون باغ بره خشک میشه. ولی نه، این تجری من تحت الانهار، نهرها از زیرش جاریه. این نهرها هم اعمال خود اونهاست، یعنی سبزی و سعادت و بهشت رضوان اونها ناشی از اعمال جاری زندگیشون هست. این خوش شدنی نیست. وعد الله، این وعده خداست. لا یخلف الله المیعاد، خدا هم که هرگز خلف وعده نمی کنه. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمی بینی؟ تنها به معنای دیدن چشم نیست، رؤیت اندیشم هست. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، انم تأکیده، آیا به این حقیقت نمی نگری یا اندیشه نمی کنی که خداست که از آسمان آبی رو نازل کرد؟ ما ان نکر اومده، میگن تفخیمشه، اهمیت این آب باران رو که منشأ حیاته. فسلکهو ینابیع فی الارض، سلکهو یعنی سوق دادن، یعنی جریان دادن، جاری کردن. ینابیع همون منبع در واقع، بعضی ها ترجمه کردن آب رو سوق میده به چشمه ها. آب که به چشمه ها سوق داده نمیشه، چشمه از زیر زمین میاد. منابع زیر زمینی مورد نظره، چشمه از اون منبع میجوشه دیگه. در جای دیگه قرآن هم از مشرکین ادعا میکرد، به پیامبر میگفتن اگه راست میگی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ینبوع یعنی یه چشمه، اگه راست میگید سرزمین خشکی بوده دیگه عربستان، یه چشمه از اینجا در بیار ببینیم تو پیغمبر هستی یا نه. یعنی خدا آب رو نفوذ میده به منابع زیرزمینی، یعنی ساختار زمین به گونه ایست، این طبقات روسی و طبقات آبرفتی و طبقات به صلاح آذرین، آبها یه جایی میره میمونه در یه قشری، اگر بیرون باشه که خب کثیف میشه، آفتاب اون آب رو میگردونه، ولی خداوند آب رو برای ما ذخیره میکنه. در اینجا گفته که ینابیع فی الارض، در سوره مؤمنون آیه 18 میگه فاسکناه فی الارض، ما برای آب مسکن در زیر زمین درست کردیم. ما اصطلاحا میگیم سفره های زیرزمینی دیگه نیست، فاسکناه فی الارض. در یه جای دیگه ای بازم شبیه این هست، سوره هجر آیه 22 میگه این آبی که میفرسیم ما در خزینه های زیرزمینی قرار میدیم. ما انتم لها بخازنین، شما این کار انجام نمیدین. میبینیم که زیر زمین، حالا همه دنیا میدونن غار علی صدر رو که چقدر زیر آدمی رو چه دنیاییه، چه آب زلالی اونجا مونده، به تدریج در طول تابستان آینده میاد، اگه قرار بود اون بارونی که میاد، برفی که میاد جاری بشه، خب دیگه هم میشست خاک زراعتی رو و هم خب تابستون تشنه میموندن.
خدا این رو به حد اندازه‌ای در سفره‌های زیرزمینی که اسم مخزن برده، منبع برده، سفره برده، اونجا نگرمی داره، آب خالص خورده خورده از طریق چشمه ها یا قنوات میان بیرون. اتفاقا چند شب پیش فیلمی می دیدم در فیلیپین بود که یکی از همین غارهای شبیه غار علی صدر که 11-12 تا بچه مدرسه ای اونجا رفته بودن، ولی بارندگی شدید میشه، سیل و اینا را میفته، اون آب میاد بالا اون غار. و البته اینا رفته بودن یه قسمت هایی که 11-12 روز اونجا بودن و داستانی است که نجات اینا چقدر تو فیلیپین طول کشید از همه جای دنیا و اینا هم چیزی نداشتن بخورن. و بالاخره همه جای زیر زمین میبینیم که از اینا هست، در هر کشوری در هر سرزمینی هست. اینو از نعمات خدا معرفی کرده که آب رو برای شما تو یخچالای طبیعی خدا گذاشته که خورده خورده سهمیه شما داده بشه. ثم یخرج بهی زرعا مختلفا الوانه، سپس از این آب خارج میکنه خداوند زراعت هایی رو، مختلفا الوانه، به رنگ های مختلف. لون هم معنای رنگ داره و هم نوع، انواع مختلف. حالا چون رنگ ها رو آدم تشخیص میده، اینجا الوان گفته. زراعت یکی دو جور نیست، صدها یا هزاران نوع ما از انواع حبوبات و زراعت های مختلف داریم دیگه. با یه آب، یه خاک، تو قرآن میگه من الارض قطع متجاورات، زمین های مجاور هم یسقا به ماء واحد، با یه آب دارن آبیاری میشن، ولی میبینی صدها و هزاران نوع میوه محصول میدن. یه آب، یه خاکه. این کدها رو کی گذاشته که در درون این تخمها میتونه گلابی یا سیب یا هر چیز دیگه ای پرورش بده؟ اونم یه جور دو جور نیست. یه بار عرض کردم در ایران 63-64 نوع انگور فقط داریم، اینا کداش با هم فرق میکنه دیگه. مختلفون الوانه و ثم یهیجو، سپس میبینی این گیاهانی که در میان، یهیجو از ریشه حاجه است، یعنی به جنب و جوش در اومدن. هیجان هم همینه دیگه، به هیجان میفته، مثل سن جوانیه دیگه، هیجان درخت گله، میوه میده، شاد، سبز و خرمه. فتراه و مصفرن، بعد از اون دوران هیجان جوانی گیاه میبینی زرد شد. فتراه و مصفرن، زرد رنگ میبینیش. ثم یجعله حطاماً، حطام این برگای خشکیده پاییزی است که باد میبره. سپس میبینی خشکیده شد. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، این سیکل زندگی طبیعت درس عبرت برای خردمندان، برای صاحبان وجدانهای بیدار. زندگی ما هم همینطور هست، ما هم این ادوار رو داریم طی میکنیم، ولی آدم وقتی دوران هیجانات جوانی مست شهرت و شهوت و اسم و عنوان و ورزش و همه چی هست، فراموش میکنه که یواش یواش دوران کهولت، کمر و پا و زانو و چشم و یواش یواش از جاهای مختلف آغاز میشه دیگه، و بعدم که حتامن از بین رفتنه. خب حالا با این حقایقی که وجود داره، افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا کسی که خدا سینه‌اش رو برای اسلام شرح داده، اسلام باب افعال تسلیمه، اسلام باب افعال تسلیم، تسلیم حقیقت شدن. شرح صد، شرح همون انشراح، یعنی یه سوره هم به نام انشراح داریم دیگه. شرح صد یعنی سینه آدم خیلی فراخ باشه، معنای ظاهریش رو عرض میکنم. هر کی سینهش بیشتر باشه، ریه‌هاش قوی‌تره، میتونه سربالایی بهتری تو کوه بره دیگه. ولی معنای مجازیش یعنی کارای سخت‌تر و بزرگتر بکنه.
حضرت موسی وقتی که خداوند در کوه طور به او مأموریت میده برو پیش فرعون انه تقا طغیان کرده، اولین حرف موسی چیه؟ رب اشرح لی صدری، خدای من باید هیمالیا رو برم صعود بکنم. فرعون روزگار موسایی که فراریه، یه نفرم کشته، محکوم به اعدامه، فرار کرده 10 سال، حالا برگشته، این صعود به قله هیمالیا است. خیلی آدم با سینه فراخی داشته باشه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، کارم رو آسون بکن. میدونه که چه خطراتی در پیشه. به پیامبر خود ما میگه علم نشرح لک صدرک، آیا سینه تو رو شرح ندادیم؟ نه که سینه پیامبر بزرگ شده باشه، اون سینه درونیه. بعد میگه که علم نشرح لک صدرک و رفعنا لک ذکرک، نام تو آوازت رفت بالا، بدون که انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، با هر سختی آسونی همراهش. میگه تو یتیم بودی، تو فقیر بودی، چی بودی، چقدر توانایی پیدا کردی، قدرت پیدا کردی که از درون این مشکلات خودتو بالا بیاری. حالا میگه افمن شرح الله صدره للاسلام، تسلیم خدا بودن خیلی صعود سختیه. ما خیلی غرایز داریم، خیلی خودخواهی داریم، خیلی ایگو داریم، چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی. واقعا سخته که آدم مسلمون بشه، مسلمون واقعی، تسلیم فقط حق باشه. اینجاست که تکرار دفعه پیش داشت این سوره، اعبد الله مخلصا له الدین. آیا اون کسی که حالا میتونه صعود بکنه به مقام و مرتبه تسلیم به خدا، فهوه علا نور من ربهی، او بر مرکب نوری سواره. نور آدم رو هدایت میکنه دیگه، مثل اینکه این سوار جته، روشن جلوش، چون تسلیم به خدا شده نور داره، حالا میدونه چی کار باید بکنه. در یه جای دیگه که قرآن میگه افمن کان میتن، آیا دیدی اون کسی که مرده بود، فاحییناهو، ما احیاش کردیم، فجعلنا له نورن، نوری بهش دادیم. نه اینکه مرده جسمی بود، این آدم مرده بود، نور نداشت، راه زندگیشو نمیدونست، آشنا شد با کتاب قرآن، فهو على نور من ربه، افمن کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. حالا میتونه تو مردم چگونه رفتار بکنه، خط مشش با دوست و دشمن و غریب و آشنا چگونه است. فهو علی نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر کسانی که دلشون از یاد خدا قاسیه است. قاسیه همون قساوت میگن دیگه، قساوت یعنی سختی، سنگینی. در قرآن راجع به بنی اسرائیلی که این همه هی آیات و معجزات آمد نپذیرفتن، میگه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، دلهاشون یواش یواش حالت انعطافش رو از دست داد. دل منظور قلب صنوبری نیست، اون شخصیت. فهیه کل هجاره، دلشون عین سنگ شده. او اشد دو قصفه، اشد دو قصفتن، بلکه سختر از سنگ. چرا؟ میگه برای اینکه ان من الحجاره، بعضی از سنگ ها یتفجر و منه الانهار، بعضی از سنگ ها میبینیم نهرها از دل کوه جاری میشه. و منها من یشق و فیخرج منه الماء، بعضی از سنگ ها بالاخره یه ترکی میخوره، یه آبی میاد. و منها لما یهبت من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از اون قله غرور در اثر فرسایش میان پایین. آدمایی هستن که حتی از غرورشون هم نمیان پایین تر. این بهش میگن قساوت، که از این دل، چون دل و قرآن میگه باید حالت انعطاف داشته باشه، دائما بشنوه، بخونه، دائما به روز باشه. ولی وقتی که دچار دوگماتیزم میشه، تعصب میشه، هیچ تکون دیگه نمیخوره، این میگه قابلیتش رو از دست داده.
در قرآن بیماری های قلبی فراوان آمده، نه قلب معمولی. یه مقاله بنده دارم راجع به بیماری های قلبی در قرآن، اگر ببینین انواع بیماری هایی که دل آدمی به همون معنای شخصیت آدمی میتونه گرفتارش بشه. اولئک فی ضلال مبین، اینا در یه گمراهی آشکاری هستن. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، این خداییست که نزل احسن الحدیث، قبلا نزول باران بود، اینم شبیه اونه، باران برای طبیعت، کتاب قرآن در واقع احیا کننده دل آدمیه. نزل احسن الحدیث، زیباترین حدیث رو. حدیث رو ما به معنای قرآن حدیث میگیریم، ولی حدیث، حادثه، حوادث، یعنی چیزای تازه. همیشه مخالفین، مشرکین میگفتن این کتاب اساطیر الاولینه، قدیمیه بابا، در زمان نوح اینا رو گفتن دیگه، این حرفا مال نوح و ابراهیم و سخن نوگو که نوگو که نو را حلاوتیست دیگر. قرآن ولی میگه این کتاب نوه و نو شونده است. هزار بارم قرآن را بخونه آدم، تحقیق بکنه، بار هزار یکم نکات نوتر، تازه تر رو میتونه استخراج بکنه. این محدود نیست، هر چقدر چراغ قوه بینش آدم، نورافکن در واقع نگاه بصیرت آدم قوی تر باشه، نکات دیگه ای رو میبینه، یه ظاهری داره، یه باطنی داره، همینطور بباطن عمیق‌تر و بالاتری داره دیگه. میگه نل القرآن عباراتون و اشاراتون و لطائفون و حقایقون، قرآن یه عباراتی داره، العباراتون للعوام، یه جایش اشاره است، اشارات للخواص، یه لطائفی داره برای اولیاء، یه حقایقی داره برای انبیاء. سلسله مطالب و هر چی بریم جلوتر حدی نداره. این یک کتابی متشابهن مثانی، متشابه باب تفاول شبیه، مثانی عطف به یه چیزی، میگن واحد ثانی، عدد دو رو میگن ثانی، چون عطف به یکه، دوتا یک میشه ثانی دیگه نیست. این کتاب خودش رو تفسیر میکنه، مثل رابطه یک و دو با همن، یعنی تفسیر قرآن با خود قرآنه، اینا با هم غریبه نیستن، اینا متشابهن مثانین، جای دیگه قرآن هم اومده. این یک کتاب هماهنگ سیستماتیکه در واقع. این نیست که بگیم حالا آیات همین جوری، یه روز پیامبر اینو گفته، یه روز خودش اینو گفته، حالش خوب بوده، حالش بد بوده، اینطوری جمع‌آوری شده، جمع‌آوری کنندگان قرآن بعضیا رو جا انداختن، بعضیا رو تغییر دادن. میگه این یه مجموعه است، یه مجموعه هماهنگ، یه سیستم این کتاب، این مفهوم متشابهن مثانیه. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، این کتاب مو بر اندام کسانی که از پروردگارشون خشیت دارن راست میکنه. تقشعر رو این حالت لرزش در واقع، میلرزونه در واقع. کیا رو؟ جلود الذین یخشون ربهم، جلود جمع جلد دیگه، جلد یعنی پوست، پوست بدن آدمایی که از پروردگارشون خشیت دارن، نه که بترسن. هیبت این قضیه، شما یه بار من عرض کردم که یه جای دیدم یه یک گذاشته بود، حالا یک سانت بود نمیدونم یا یک متر بود، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، حالا نمیدونم یک سانت یا یک متر، 10^27 بزرگتر از یک متر و 27 جلوش صفر بذارید، ببینید چه عددی میشه. کهکشان های بزرگ زیر یه متر 10^-17، یعنی 17 تا صفر بذارین، یک و بخش بر اون بکنین، انقدر هرچی هم بریم پایین تر بازم حدی نداره، انقدر جهان گسترده است. قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء،
یخش الله من عباده العلماء، از خدا فقط بندگان دانشمندش خشیت پیدا میکنه. وقتی که آدم میفهمه، علم ژنتیک رو میره فرا میگیره، قلب انسان رو، این تصفیه خانه در واقع کبد انسان و کلیه و پانکراس و یک عظمت هایی اصلا در همه آیات خدا هست. وقتی آدم نمیدونه، خب چه عادیه دیگه، ما داریم نفس میکشیم و میریم. ولی اونایی که اطلاع دارن، علم دارن، میلرزن واقعا وقتی این عظمت ها رو میبینن. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. سپس هم اندام بیرونیشون، جلود پوست در واقع، و دلهاشون به یاد خدا آرام میشه. هم آرامش بیرونی میگیرن از این استرابها و هم این دلها آرام میگیره. میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد ز یاد خدا. با یاد خداست که همه چی دیگه برای آدم آسون و آرام شده. ذالک هدالله، این هدایت خدا. یهدی بهی من یشاء و من یزلل و من یزلل یزلل الله فما له من هاد. هر کسی شایسته باشه در مسیر مشیت خدا قرار بگیره، از طریق این کتاب هدایت میشه. و خدا کسانی که گمراه شده باشن، یعنی خدا اونها رو رها کرده باشه، در راه گمراهیشون هدایت کننده ای نخواهی داشت. حالا نمونه هایی از اینایی که واقعا وقتی آیات رو میخونن اشک از دیدگانشون جاری میشه، تو آن یه جا قرآن رو چه بعضی از مسیحی هاست میگه ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن، کشیش هایی در اینا هستن، راهبانی هستند. میگه اذا سمع او ما انزل الله، وقتی که میشنون اون چیزی که بر رسول خدا نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، سیل اشک از دیدگانشون میبینی جاریه از اون حقیقتی که شناختن. نمونه هایی تو قرآن آورده که چطور انسان هایی با خوندن قرآن، شنیدن قرآن منقلب میشن. افمن یتقی به وجهه سوء العذاب یوم القیامه. یعنی آیا ف، یعنی پس، یعنی در نتیجه بحثای گذشته، با توجه به حقایق گذشته، آیا اون کسی که یتقی به وجهه، بسیاری از ترجمه ها می نویسن با روی خودش از عذاب خودشو دور میکنه، روشو از عذاب دور میکنه. وجهو به معنای ظاهری گرفتن، ولی اینجا وجه، وجه مجازیه. ابراهیم که میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی چی؟ میگه من رومو به طرف کسی کردم که این آسمان ها و زمین رو او آفریده. اول رو به سمت ستاره آورده بود، بعد رو به سمت ماه، بعد خورشید، حالا میگه من رو به سمت اون کسی کردم که اینا را آفریده. اون کجاست اون خدا که رو به سمت او کنیم؟ خدا همه جاست. میگه اینما تولو فسمه وجه الله، هر طرف رو کنی همونجا روی خداست. یعنی این روی دل دیگه نیست؟ آیا اون کسی که یتقی به وجهی سوء العذاب، از این عذابهای سخت با نوع روی کردش، وجه به هر چیزی به سمت او رفتن دیگه، ابراهیم به سمت خدا رفت، یعنی با آرمانهاش، با اهدافش، با رویکردهای در زندگیش از عذاب ایمن مونده، رفته دنبال کمک به بینوایان، یتیم نوازی کرده، فقرا رو پرداخته بهشون، کسب علم کرده، مبارزه با ظلم کرده، اینا رویکردهای به خداست. یعنی با در واقع پروای خدایی، با وجهش خود، یا تقوا به سوال از ریشه تقوا یعنی ترمز، یعنی نگهداری، خودشو نگه داشته، حفظ کرده با اهداف و آرمانهایی که تو زندگی به سمت او رفته از عذاب روز قیامت.
ما طرف مقابلش و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، به ظالمین گفته میشه، حالا گفته میشه نه اینکه خدا بگه یا کسان دیگه بگن، این تو هستی دیگه، قیله حرف تنها نیست، ظالمین سرنوشتشون چیه؟ بچشید آنچه که یک سره می کردید. کنتم این کانه استمرار رو نشون میده. یه عمر داشتین این کارو می کردید، یه عمر ظلم می کردید، یه عمر مال یتیم می خوردید، تکسبونم مزاره، نه حالا یه کار بدی کرده، مدت معدودی بوده. کنتم تکسبون یعنی در تمام عمرت سرمایه عمرتو صرف تکذیب کردی، ظلم کردی. کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. قبل از اینام ملت‌های دیگه هم تکذیب کردن. فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب از اونجایی که هیچ فکرشو نمی کردن. لا یشعرون، شعور از شعر میاد، شعر موی سره، شاعرم چون نازک و ظریف سخن میگه، یعنی اینا رابطه عمل با سرنوشتشو درک نمی کردن. این ظرافت میخواد، یه مقداری دقت میخواد که عمل امروز من، کاشته امروز من فردا درو خواهد شد، هر کی هر چی بکاره همون رو درو میکنه. این یه مقداری در واقع فراست میخواد، یه مقداری شعور رو به کار انداختن. ولی از اونجایی که هیچ انتظار نداشتن، فکر میکردن که ما همیشه خوشبخت و سربلند و فوق هم هستیم. فأذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. این فهم فای تفریح. پس در نتیجه خداوند بر اونها خزی، خزی یعنی شرمساری، آدم خجالت زده میشه یا خاریه، آدمی که روبوزه میشه خجالت میکشه و خار و ذلیلم میشه پیش دیگران، نیست؟ فأذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، هم تو دنیا اینا شرمسار خواهند شد که میبینیم نمونه هاشو، و بعدش ولعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، و عذاب آخرت اگه علم داشتن بزرگتر از اینه. اتفاقا تو سوره قلمم داستان اون باغدارانی که وقتی میرن میبینن باغشون خراب شده و دستار میزنن رو هم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، امسال دیگه درآمدی نداریم، اونجا میگه کذالکل عذاب، عذاب همینه، نه که کسی عذاب داده باشه، تو حالا ناراحتی که میوهات از بین رفته دیگه. ولعذاب الاخره اکبر و لوکان و یعلمون، اگه علم داشتن میدیدن اونم همینه، ولی در یه مقیاس فراتر. این شرمساری رو دو سه روز پیش اتفاقاً یه برنامه تو تلویزیون میدیدم، یه نفر که خاطراتش رو نویسنده خیلی معروفیه، یه ملاقاتی داشته با خلخالی، میگه رفتم بیمارستان، شاید دیدین اینو، میگه هیچ اشکالی هم نگرفتن، منم جوری رفتم تو بخش رو دیدم، اتاق خیلی بزرگیه، یه تختم بیشتر نیست اونجاست، و سلام کردم و آقای خلخالی خب ایشالله که حالتون خوبه و فلانو، گفت به من گفت این گلا رو دیدی؟ هم کدوم گلا؟ گفت این گلایی که این همه در این مسیر هست. گفتم بله، چطور میگه؟ برای شما بردم. گفت نه، این نمیدونم مادر کی، یکی از امیده که فعلا سر کاره، اون مریض شده، این گلا رو برای اون آوردن، منو برای کشتن میخواستن. اون دورانم گذشته دیگه، کسی هم اینجا برای دیدن منم نیومده، یه شاخه گلم نیورده. میگه ازش پرسیدم که برگردی خب چیکار میکنی؟ میگه بازم همون کارو میکنم.
این شرمساری ها و خاری هاست. یعنی این همه آدم کشت، آخرش هم خاری یه نفرم نرفته دیدنش، یه شاخه خودش داری میگه، یه خودش گفت که یه شاخه گل بر من کسی نیمورده، یه نفرم نیمده. هم تو دنیا در واقع شرمساریه، خاریه، پستیه و لعنت مردمه، و هم عذاب آخرت. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما تو این قرآن هر نوع مثلی رو زدیم. این کلمه ضربه 41 بار تو قرآن اومده، 25 بارش ضرب المثله، ولی ضرب المثل فارسی یک معنای دیگه داره. ضرب المثل در قرآن یعنی الگو ارائه دادیم، نمونه ارائه دادیم. لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی به هر زبانی گفتیم. ما آیات قبل راجع به آب‌های زیرزمینی بود، منابع زیرزمینی، خزینه‌های زیرزمینی، سفره‌های زیرزمینی. به زبان ژنتیک می‌خوان 27 تا قرآن راجع به مراحل رشد نطفه هستش. اگر راجع به نمی‌دونم علوم دیگه‌ای تو سوره فاطر به خصوص این دسته دسته کرده علوم، از سنگ شناسی گرفته، هوا شناسی، حیوان شناسی، این که میگه خشیت دارن، این انواع و الوان نمونه های گیاهی حیوانی در زمین و آسمان و دریاها، میگه به زبان های مختلف گفتیم. قرآن فقط برای فیلسوفا نیست، برای دانشمندان نیست، هر کسی با هر ذوق و سلیقه‌ای داره میتونه رابطه برقرار بکنه، رفیق باشه با قرآن، پیدا بکنه اون چیزی که میخواد. ما میگیم فعل رفتن رو صرف کن، تو قرآن هم میگه صرفنا للقرآن من کل مثله، اینجا حالا میگه ضربنا لعلهم یتذکرون، برای اینکه مردم بیدار بشن، متذکر بشن. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. قرآن مصدره یعنی خواندنی. آنچه که در اختیار شماست یه متن مقدسی نیست که بذارین تو تاخچه از زیرش رد بشین، به بازوی پهلوانا ببندن، به گردن بچه ها. این خوندنی این کتاب باید هر روز خوند. عربیان، عربی نه این که به زبان عربیه، خب معلوم عربیه، این که ابهامی نداره. عربی یعنی آشکار، یعنی روان. عرب هم که خودشونو میگن عرب، یعنی زبان ما روانی داریم، آشکاری داریم. مقابل کلمه عربی غیر ذی عوج، عوج نداره. عوج یعنی کجی، یعنی انحراف، یعنی یه زبان سلیس، راحته، یه زبان قابل فهمه. این کتاب فلسفی نیست، علمی نیست، راجب دانشمندان علم کلام نیست، این مال توده مردمه. البته هر کسی هم در هر سطحی هست میتونه درک و دریافت بکنه. لعلهم یتقون، برای چی این متن مکتوب خواندنی آسان و روان رو فرستادیم؟ برای اینکه اینا تقوا یاد بگیرن، سلف کنترل پیدا بکنن. مهمترین چیزی که انسان باید بهش برسه تقواست. همه کارهای خیر نیاز به تقوا داره. تقوا نداشته باشید نمیتونید انفاق بکنید. تقوا یعنی مهار کردن خسیسی، جلو شهوت رو میگیره، جلو آز و جلو حرص و حسد و همه اینا تقوا میخواد که آدم خودش رو مهار بکنه. قرآن به متقین وعده داده شده، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما، بهترین بندگان اینی که ارادش قوی تر باشه، اراده‌ای که بتونه جلوی خودش رو بگیره. این اراده است که آینده اراده هر چی بکنه دیگه در اختیارش خواهد بود. حالا یه مثالی میزنه. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون. این مثال متناسب با مخاطبین 14 قرن قبله که برده‌داری بوده، همه میدونستن برای اونها. خدا یه مثالی میزنه.
یه رجلی، یه آدمی که فیه شرکا و متشاکسون، این اربابای مختلف داره. متشاکس از شکسه میاد، یعنی با هم دیگه دعوا دارن، مشاجره میکنن، تنازع دارن. این یه برده است ولی چند نفر صاحب داره، اینا با هم رقابت دارن، میخوان این میگه این کار بکن، اون میگه این کار بکن، کارهای مختلف هر کدوم، یعنی با چند نفر طرفه که اونا با هم دیگه مخالفن. و رجلن سلمن لرجلن، یه رجل دیگه، آدم دیگه که تسلیم یه نفره، یه ارباب داره. هل یستبیان مثلا، آیا در مثال مساویه؟ ببینید به چه زبان قابل فهمی برای اون دورانی که بازار برده فروشی هم بود دیگه میده. یعنی این تکلیفش روشنه که فرمان کی رو گوش بکنه. حالا میبینیم آدم ها مسلمون هستن، خدا یه چیزی میگه، روایات و احادیث هم تا دلتون بخواد توش هرچی بخواید پیدا میکنین، امام این مسجد اینه میگه، اون یکی اینه میگه، رهبر میگه این کارو بکنید، هر کدوم یه چیزی میگن. این آدم ها این وسط چی را باید عمل بکنن؟ هر کسی آخوند محلشون هم یه جور داره توصیه میکنه دیگه. یعنی اینا برده افراد مختلف شده که با هم رقابت دارن. شما مشهد برین، قم برین، هر جا برین، میبینید زیر هر کدوم از اون چیزا یکی داره نماز جماعت میخونه. هر گوشش چهار گوشه چهار تا نماز جماعته، چهار تا. اینا هم دیگرم قبول ندارن دیگه، طرفدارانشون هم ندارن. تا اینکه فقط تسلیم خدا باشیم، از این همه تفرقی که تو عالم هست، تعصبای دینی و مذهبی، خودش آدم خلاص بکنه دیگه. الحمدلله اینجا جای حمد خداست که ما رو احاله نداده به کسان دیگه، بندگان خودش. فقط خداست. بل اکثرهم لا یعلمون، بیشتر مردم نمیدونه، بیشتر مردم به واسطه ها چسبیدن، به قدرت های روزگار چسبیدن، نوکر اینه، نوکر اونه. میگه قهرمان زنده رو عشق هست، پهلوان زنده رو عشق هست، که الان کی سواره قدرت پسی کیه، دنبال اون بریم، خودمونو به اونجا ببندیم. انک میتون و انهم میتون، پیامبر تو میمیری، اونا میمیرن، ما میمیریم، هیچکی نمیمونه. پیامبر تو خواهی مرد، اونها هم میمیرند. ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون، سپس روز قیامت در محضر الهی با هم دیگه خصومت و دعواها و بگو مگوی خواهید داشت. در سوره صاد ظاهرن میگه ان هاذا لحق، این یه حقیقتیه، تخاصم اهل النار، دشمنی و به گردن هم انداختن و فرافکنی ها، این حقیقت غیر قابل انکاری است. میگه مستضعفین و مستکبرین با هم دعواشونه، تابعین و متبوعین، اینا رو همه رو قرآن، شاید 8 تا 8-9 قسمت قرآن با تفصیل بیان کرده. حالا اینا رو امروز به ما داره میگه که حواسمون جمع باشه که این حرفا خریدار نداره، که آقا ما که مقلد بودیم، این آقایون درس دین رو میدونستن. خب هرچی گفتن، آیه سوره اسراء میگه لا تقف ما لیس لک به علم، تا علم نداری دنبال کسی نرو، دنبال چیزی نرو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، من به تو چشم دادم، گوش دادم، عقل دادم که بشناسی، چرا رفتی مقلد شدی، دنبال کسی رفتی. فمن ازلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه، واقعا چه ظلمی بیش از اینه، یا چه کسی ظالم تر از اون کسی است که به خدا دروغ میبنده، حرفای خودش رو جا میزنه به عنوان دین، از یهودی ها گرفته، مسیحی ها گرفته، مسلمان ها گرفته. همیشه در طول تاریخ همون بوده دیگه، رژیم های شاهنشاهی مون هم همینطور، اون فرع ایزدی رو اهورامزدا داده به شاه،
در مصر هم اینجوری بوده، فرعون ها، همه جای دنیا یه ادعای میکردن که ما از جانب خدا این حق ویژه رو داریم. حالا هم که دیگه ولایت مطلقه فقیه شده، اینا را هم به عنوان دین به مردم دارن میگن که مردم میدونن دنبالش، ده که آگاهی ندارن. این چه ظلم بزرگیه. چه کسی ظالمتر از اینه که چیزی رو به حساب خدا بذاره و وقتی هم که صدقی مطرح میشه، کذب به صدق از جاه، وقتی که کسی، حالا پیامبری یا کسی، سخن صدق رو مطرح میکنه، تکذیب میکنه. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا در جهنم جایی برای این انکارگران نباید باشه؟ آیا نیست؟ یعنی اونا باید داخل بهشت بشن؟ والذی جاء بالصدق، اون کسی که راستی آورد، یعنی عملش، عمل کرد، راستی رو عرضه کرد، و صدق بالصدق، تصدیق کرد هر چیزی رو که درسته، راسته، حقیقت داره، اولئک هم المتقون، اینا هستن که پروا دارند. لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای اونها اون چه بخواهند نزد پروردگارشون هست. ذالک جزاء المحسنین، این جزاء محسنین. لیکفر الله عنهم اسفل الذی عملوا، این لام لام نهایت غایت، به کجا میرسن اینا، نهایتش به کجا خواهد بود اون چیزی که بهشون داده میشه. لیکفر الله عنهم اسفل الذی عملوا، بدترین کارهایی رو که کردند خدا میپوشونه. کفره یعنی پوشوندن دیگه، تکفیر. و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، اجرشون رو به بهترین کاری که مستمرن انجام میدادن میده. خیلی جالبه، خدا رفتار انسانها رو میگه بالاترین کارت رکوردت چی بوده. همونطوری که یه بارم عرض کردم، یه کسی که وزن برداری کرده یه بار حالا تونسته مثلا 500 کیلو مثلا بلند بکنه، رکوردش اونه. یا شنا، این قهرمانایی که بودن به نام رکوردشون شناخته میشن، حالا گرچه دیگه 100 دفعه دیگه هم نتونسته بهش برسه، ولی خدا عالی ترین کارایی رو که کانو یعملون استمرارم نشون میده، نه یه بار، یعنی در اون مسیر عالی ترین کارها بودن، معیارشون اونه، رتبهشون اونه، درجه بندی و رکوردشون اونه. زشترین کارهایی هم که کردن در پرتو اون زیباترین کارها پوشونده میشه، اون حقیقت همه اینا رو دیگه پاک میکنه. صدق الله العلی العظیم.